درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 14 ماه می 2024 میلادی برابر است با 25 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی نامیده، تحریم‌های هدفمندی را علیه 5 فرد ایرانی و 3 نهاد دیگر اعمال کرد. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع ایران، و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله مقامات ارشد تحریم شده روز سه‌شنبه توسط استرالیا هستند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود سپاه پاسداران را بازیگری بدخیم معرفی کرده و نوشته است که این شاخه نظامی تهدیدی برای امنیت بین المللی و مردم ایران بوده است. تحریم شدگان همچنین شامل مقامات ارشد ایرانی، تجار و شرکت هایی می شوند که در توسعه برنامه های موشکی و پهپاد ایران مشارکت داشتند. علاوه بر اسماعیل قاآنی و محمد رضا آشتیانی، افرادی چون غلام علی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، امیر خاتمی، مشاور فرمانده کل قوا و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و مهدی گوگرچیان، مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران هم در فهرست تحریم‌های جدید استرالیا قرار گرفتند. ایالات متحده روز دوشنبه از ایران خواست تا ارسال میزان انبوه و بی‌سابقه تسلیحات نظامی به شورشیان حوثی در یمن را که امکان ادامه حملات غیرمسئولانه آنها به کشتیرانی در دریای سرخ را فراهم می‌آورد متوقف کند. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت که اگر این نهاد خواستار پایان دادن به جنگ داخلی در یمن است، باید متفق القول از ایران بخواهد که دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود بردارد و تاکید کند که ایران نمی‌تواند پشت حوثی‌ها خود را پنهان سازد. وی اظهار داشت که شواهد متعددی وجود دارد که اثبات می‌کند ایران با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد، سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های بالستیک و کروز در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد. بود عنوان کرد برای تاکید بر نگرانی‌های شورای امنیت در رابطه با نقض تحریم‌های تسلیحاتی، باید اقدامات بیشتری برای اجرای قطعنامه‌ها و ممانعت از ناقضان تحریم‌ها انجام بدهیم. همزمان با فرارسیدن روزی که در اسرائیل به عنوان سالروز استقلال و در میان فلسطینی‌ها به عنوان روز نکبه از آن یاد می‌شود، گزارش ها حاکی از ورود تانک های اسرائیلی به مناطق تازه از شهر رفح است. خبرگزاری رویترز بامداد سه‌شنبه به نقل از منابع فلسطینی از ورود تانک های ارتش اسرائیل به محله های مانند جنینه و برزیل در بخش شرقی رفح خبر داد. اسرائیل و فلسطینیان هر دو در ماه می آیین های ویژه این ماه را برگزار می کنند. فلسطینیان کرانه باختری برای روز سه‌شنبه در سالروز نکبه با عنوان استقلال آنها فاجعه ماست، از منطقه شفرعام در حومه اورشلیم راهپیمایی سنتی اوده یا بازگشت را تدارک دیدند تا با بیش از 1 میلیون تن از فلسطینیان جابجا شده غزه در نتیجه جنگ جاری هم ابراز همبستگی کنند. خانواده های گروگان های اسرائیلی و شماری از افکار عمومی حامیان ها مراسم ملی سالروز استقلال را تحریم کرده و آیین متفاوتی را برگزار کردند. هزاران اسرائیلی هم شامگاه دوشنبه همزمان با آغاز مراسم رسمی استقلال در تل‌آویو، مکانی که داوید بن گوریون در بهار 1948 استقلال اسرائیل را اعلام کرده بود، راهپیمایی کرده و گفتند که دولت کنونی لایق حکومت نیست. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماه اول سال گذشته خورشیدی به رغم بی‌سابقه
به رقم بیستابقه منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب در 9 ماه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 1/4 رشد نشان می‌دهد. همچنین آرشیو آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1391 و آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تا آذر ماه سال گذشته به طور کلی نزدیک 137 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است. این رقم معادل تقریباً 1/3 تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته است. مرکز اطلاع رسانی پلیس به پخش ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی که در آن مأمور پلیس با خشونت و ضرب و جرح یک زن را بازداشت و با زور سوار ماشین گشت ارشاد می‌کند، واکنش نشان داد و اعلام کرد که این فرد خاطی بازداشت و در اختیار بازرسی قرار گرفت و معلق از خدمت شد. به گزارش رسانه‌های ایران، مرکز اطلاع رسانی پلیس با اعلام این خبر گفت که از افراد متهم انتظار داریم که به قانون و حکم بازداشت تمکین کنند، اما اشاره‌ای به اتهام این زن نکرد. در متنی که مرکز اطلاع رسانی پلیس در واکنش به خشم کاربران از این ویدیو منتشر کرد، ادعا شد که فراجا بارها تاکید کرده که هیچ نوع برخورد و رفتار غیر متعارف را بر نمی‌تابد و با مأموران خاطی برابر مقررات برخورد می‌کند. کارگران پیمانکاری راه آهن زاهدان که با شرکت ترابرس قرارداد دارند، از فقدان امنیت شغلی، قراردادهای بی اعتبار و حقوق ناچیز 11 میلیون تومانی در برابر کار سخت انتقاد کرده و خواستار عقد قرارداد مستقیم و افزایش دستمزدها شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر تعمیرکار و نگهداری خطوط در راه آهن زاهدان گفت که در شرایطی که از مرز پاکستان تا بم و کرمان در طوفان شن و گرما و سرما از ریل‌های راه آهن نگهداری می‌کنیم، اما حتی قرارداد مستقیم با ما نمی‌بندند. این کارگر پیمانکاری راه آهن جنوب شرق با اعتراض به اینکه چرا حقوق‌ها معمولاً سر وقت پرداخت می‌شود، گفت که 3 ماه بودن طول قرارداد و بی‌اعتباری آن حتی به درد ضمانت یک وام 10 میلیون تومانی هم نمی‌خورد. و افزود که با توجه به حساسیت این شغل در نگهداری از خطوط راه آهن مرزی، چرا کارگران در چنین شغل حساسی باید پیمانکاری باشند؟ چرا تبدیل وضعیت نمی‌شویم؟ به گفته این کارگر، چون در ارسال لیست‌های بیمه تأخیر اتفاق می‌افتد، دفترچه‌های بیمه کارگران اعتبار ندارد و کارگران باید هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند. برندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم، کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس.
به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزیر خارجه آمریکا که برای ابراز همبستگی با اوکراین در کشاکش تشدید حملات روسیه به کیف رفته، به ولادیمیر زلنسکی گفت که کمک‌های نظامی آمریکا برای این کشور در راه است. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد که رسیدن بسته کمک نظامی جدید آمریکایی برای ارتش اوکراین در میدان جنگ تفاوت واقعی ایجاد خواهد کرد. زلنسکی از وزیر خارجه آمریکا بابت کمک‌هایی که ماه گذشته با فشار دولت جو بایدن در کنگره آمریکا تصویب شد تقدیر و تاکید کرد که دریافت هر چه زودتر این کمک‌ها اهمیت بسیار دارد. اما به گزارش وبسایت‌های خبری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی با تاکید بر ضرورت تجهیز هر چه بیشتر کشورش به دفاع هوایی، این را هم گفت که ارتش برای دفاع از شهر خارکیو و استان خارکیو به 2 سامانه پدافند هوای پاتریوت نیاز دارد. سفر بلینکن همزمان با تشدید فشار جنگی ارتش روسیه علیه مناطق مرزی اوکراین انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا قانون ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای را امضا کرد. کاخ سفید روز دوشنبه با اعلام این خبر تصمیم جدید بایدن را در راستای کاهش اتکای آمریکا به روسیه برای انرژی هسته‌ای غیر نظامی، همچنین تقویت امنیت انرژی و اقتصاد ایالات متحده عنوان کرد. خبرگزاری رویترز هم ممنوعیت واردات اورانیوم روسیه توسط آمریکا را به عنوان یک گام دیگر برای اخلال در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مطرح کرده است. اعمال قانون جدید 90 روز دیگر آغاز خواهد شد و به وزارت انرژی آمریکا هم اجازه می‌دهد در صورت نیاز معافیت‌هایی برای خرید اورانیوم روسیه تا سال 2028 صادر کند. پیشتر سنای آمریکا لایحه منع واردات اورانیوم از روسیه را 12 اردیبهشت ماه امسال تصویب کرده بود. روسیه بزرگترین صادرکننده اورانیوم غنی شده جهان است و 24% سوخت اورانیوم مصرفی نیروگاه‌های هسته‌ای آمریکا از این کشور تامین می شود. بعد از خبر برگزاری برکناری وزیر دفاع روسیه از سوی پوتین، حال خبر دستگیری یکی از جنرال های این وزارتخانه به اتهام دریافت رشوه منتشر شده است. خبرگزاری تاس از دستگیری های بیشتری در سطح کارمندان ارشد این وزارتخانه خبر داده است. جنرال یوری کوزنسوف، مسئول امور پرسنلی در وزارت دفاع روسیه، به اتهام رشوه‌خواری دستگیر شده است. خبرگزاری روسیه تاس ضمن اعلام این خبر از قول یک منبع نزدیک به منابع امنیتی نوشته است که پرونده این افسر عالی رتبه در اداره مرکزی تحقیقات نظامی کمیته تحقیقات روسیه بررسی می شود. اتهام رشوه به این افسر عالی رتبه روسیه به زمان فرماندهی او بر اداره حفاظت از اسرار دولتی باز می‌گردد. کوزنسوف متهم است که پولی به عنوان لطف از یک شرکت دریافت کرده است. وبلاگ پرطرفدار رایبر هستده که تحقیقات این پرونده میتواند مربوط به سمت قبلی او در ستاد فرماندهی کل روسیه باشد، جایی که او با اسرار دولتی سر و کار داشته است. یک سخنگوی کمیته تحقیقات گفته که پلیس دفتر کار و خانه این ژنرال را بازرسی کرده و مبلغی بالغ بر 100 میلیون روبل و نیز ارز خارجی کشف کرده است. همچنین سکه های طلا، ساعت های لوکس و سایر جواهرات هم در این مکان ها پیدا شدند.
در حالی که نیروهای اسرائیلی عملیات خود را در شهر رفح در جنوب نوار غزه تشدید کردند، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست وزیر قطر تاکید کرده که عملیات اسرائیل در رفح مذاکرات آتش بس را به عقب بازگرداند. نخست وزیر قطر روز سه‌شنبه در اظهاراتی با بیان اینکه کشورش به میانجیگری خود بین اسرائیل و حماس ادامه می‌دهد، خاطر نشان کرد که برغم چالش‌ها میانجیگری را متوقف نکرده است. نخست وزیر قطر با اشاره به اینکه مذاکرات آتش بس در نوار غزه به بن‌بست رسیده، در این حال از احتمال برقراری آتش بس ظرف چند روز خبر داد، اما تاکید کرد که موضع اسرائیل در خصوص پایان دادن به جنگ واضح نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه گفت که دولت این کشور آنچه در غزه رخ می‌دهد را نسل کشی نمی‌داند. جک سالیوان گفت: به اعتقاد ما آنچه در غزه اتفاق می‌افتد نسل کشی نیست. ما قاطعانه این گزاره را رد کردیم. به افزود واشنگتن موضع خود در این رابطه را به طور مفصل و مکتوب به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارائه کرده است. سالیوان با این حال تاکید کرد: ما معتقدیم اسرائیل میتواند و باید اقدامات بیشتری برای تضمین حفاظت و امنیت غیر نظامیان انجام بدهد. اسرائیل بارها اتهام نسل کشی فلسطینیان را رد و اینگونه استدلال کرده که عملیات نظامی این کشور در غزه مبتنی بر حق دفاع از خود در پی حمله حماس به خاک اسرائیل بوده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی که نامشان ذکر نشده گزارش داده که یحیی آلتنبار، رهبر گروه افراطی حماس در نوار غزه در منطقه رفح واقع در جنوب این باریکه پنهان نشده است. این گزارش افزوده که این گزارش‌های اطلاعاتی می‌تواند بهانه اسرائیل برای عملیات نظامی گسترده در رفح را از بین ببرد. مسئولان آمریکایی که با روزنامه نیویورک تایمز گفتگو کردند میگویند که آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیلی هم با ارزیابی ایالات متحده مبنی بر پنهان نشدن آلتنبار و دیگر رهبران حماس در رفح اتفاق نظر دارند. آژانس‌های اطلاعاتی در آمریکا و اسرائیل بر این باورند که یحیی آلتنبار شبکه تونل‌های زیرزمینی در خان یونس را ترک نکرده است. پیش از این روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده بود که ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی نشان می‌دهد که آلتنبار در تونل‌های زیرزمینی منطقه خان یونس پنهان شده است. یک مقام مسئول دیگر هم گفت که آلتنبار همچنان در شهر غزه است. این روزنامه نوشته که آلتنبار و معاونش محمد عزیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، با وجود ادعاهای مکرر مسئولان اسرائیلی که میگویند ارتش اسرائیل به آنها نزدیک شده، همچنان دور از دسترس هستند. ارتش آمریکا سحرگاه سه‌شنبه از انهدام دو پهپاد و یک موشک بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌ها بر فراز دریای سرخ خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهایش دو پهپاد و یک موشک بالستیک را که حوثی‌ها در 13 ماه می پرتاب کردند بر فراز دریای سرخ بدون وقوع خسارات جانی یا مالی منهدم کردند. با حکم تخلیه مؤسسه خیریه سرای غزال، شمار مراکز حمایت از زنان آسیب دیده در تهران که توسط شهرداری تعطیل شدند به 5 مرکز حمایتی رسید. به گزارش روزنامه اعتماد، حکم تخلیه مرکز که ساختمان آن متعلق به شهرداری بوده و سالها به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب خدمات حمایتی و بهداشتی و درمانی ارائه می‌کرده، توسط شهرداری منطقه 10 صادر شد. خانه خورشید، یک مؤسسه قدیمی حمایت از زنان آسیب دیده و معتاد به خانمان، واقع در محدوده دروازه غار است که فیلم مستندی از فعالیت‌های آن توسط رخشان بنی اعتماد فیلمساز ساخته شده است. این مؤسسه هم توسط شهرداری تخلیه شد. مؤسسه نور سپید هدایت واقع در میدان شوش که پیش از این بارها به سیاست‌های شهرداری اعتراض کرده بود، یکی دیگر از مراکزی است که ظرف 32 ماه گذشته توسط شهرداری تخلیه شده است. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکای میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها رو دنبال میکنیم. محمد متینی زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، طی سخنانی در نشست پرونده باغ‌ها و فضاهای سبز شهر تهران با استناد به داده‌های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران گفت که حدود 16,000 پای درخت در پارک جنگلی‌های تهران آمدان خشک شدند که عدد بسیار قابل توجهی است. این استاد دانشگاه ضمن تایید نقش شهرداری در خشک شدن درختان پایتخت افشا کرد که در بسیاری موارد گفته می‌شود که درختان دچار آفت شدند، حالا که درختان تهران هم در سرنوشتی مشابه درختان زاگرس در نتیجه نرسیدن آب و غذا ضعیف و گرفتار آفت می شوند. عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در ادامه افزود که این اتفاق در پارک جنگلی ها آمدانه یا ناآگاهانه رخ می دهد، به این ترتیب که به درخت ها آب نمی دهند تا خشک شوند. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در اتحادیه اروپا نسبت به سال‌های گذشته شاهد تبعیض کمتر اما خشونت‌های بیشتر بوده است. بر اساس این تحقیق که آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با نظرسنجی از بیش از 100,000 تن از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی منتشر کرد، اکنون تعداد بیشتری از اقلیت‌های جنسی نسبت به نظرسنجی سه سال گذشته در ابراز هویت خود احساس آزادی می‌کنند اما با خشونت، تهدید و قلدری بیشتری مواجه هستند. شمار این اقلیت‌ها که تا 5 سال گذشته تجربه خشونت علیه خود را داشتند، از 11% به 14% افزایش یافته و کشورهای بلغارستان و لتونی
بدترین وضعیت را از این نظر داشتند. تازه ترین نظرسنجی این نهاد حقوق بشری اتحادیه اروپا که 3 سال پیش انجام شده بود نشان میداد که 42% از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی دست کم در یک زمینه از زندگی خود احساس تبعیض می‌کنند، اما نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که این رقم به 36% کاهش یافته است. بینندگان عشبان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.